گذشته ها گذشته، مهم زمان حاله. من ترجیح میدم در زمان حال زندگی کنم، یه جایی که خودم باشم و خودت. بعد از حواشی زیاد سریال دل به کارگردانی منوچهر هادی، منوچهر با سریال گیسو برگشته. آیا این سریال میتونه ما رو امیدوار کنه که قرار مجموعه‌ای متفاوت از اون ببینیم؟ سریال گیسو مجموعه‌ایه که انگار ادامه سریال عاشقانه است و عموماً به جز منابع رسمی به عنوان عاشقانه دو هم نام برده میشه. بسیار خوب، با نقد و بررسی و معرفی یه سریال خوب با جوادیکا همراه باشید. داشت خام نشید داره گروشو بخوری برگردی سرخون زندگی تا پیمان. It's so funny. پیمان من چه خلوتی باش دارم. سلام دوستان، به جوادیکا خوش اومدید. قبل از هر چیزی لطفاً 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 لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و زنگولرم بزنید که از هیچ فیلم داغی بیخبر نمونید. اکثر بازیگری اصلی گیسو همونایی هستن که در سریال عاشقانه هم حضور داشتن. محمد رضا گلزار، هومن سیدی، مسعود رایگان، ساره بیات، حسین یاری و هانیه توسلی. داستان با نشون دادن ماجراهایی که به واژگونی ماشین گیسو ختم میشه شروع میشه و حال و هوای سریال در این فصل دچار تغییراتی اساسی بشه و تمرکز فیلمنامه از ماجراهای عاشقانه به درامی معمایی با مایه‌های اجتماعی منتقل بشه. دارن که میتونم حدس بزنم کاری چی هست. چه بلایی سر دختر من آوردی؟ شما خیلی چیزا رو هنوز راجع من نمیدونید. حدود روایی دیگه داستان بین شخصیت‌های یونس، پگاه و سهیل تقسیم میشه. به نظر میرسه از بین این سه نفر شخصیت یونس دچار چالش‌های جدی‌تری میشه. ولی یونس که از سمت همکارای سابق خودش برای پس دادن پولی خاص زیر نظر گرفته میشه. پرونده سنگین شما و رفیقاتون دستم رسیده، یه روز خوش ندارم. زندگیم شده جهنم. هر روز برای ریحانه جرو. اما تیم نویسنده ها با همه ضعفایی که تا به اینجا گفتیم کار خودش رو قابل قبول انجام داده. مثلا شما در نقطه های احساسی فیلم به خوبی به لطف موسیقی متن میتونید با شخصیت ها ارتباط برقرار کنید و برای چند لحظه هم که شده نگاه نقادانتون رو کنار بذارید. سون رفتی من ازت جا موندم. خالی از لطف نیست گفتن این که یکی دیگه از نقاط قوت این سریال به تصویر کشیدن روابط عمیق بین افراد در موقعیت‌های مختلف زندگیه. مثلا شما به خوبی در پستی و بلندی کاراکترها و داستان‌های زندگیشون حضور دارید و در طول داستان کم کم با لایه‌های شخصیت‌های اصلی داستان‌ها آشنا میشید. و به عنوان دومین نقطه قوت سریال که میتونه کورسوی امیدی برای دیدنش باشه، باید به صحنه‌های عاشقانه‌اش اشاره کرد. درسته در کلیتی این سریال در بحث معمایی و اجتماعی خودش خوب عمل نکرده، ولی در نشون دادن پیوندهای عمیق عاطفی بین افراد و اینکه چطور در طول داستان وابسته هم میشن یا از هم جدا میشن حسابی میتونه سرگرم و چه بسا میخکوبتون کنه. پس اگه میخواید سریالی رو صرفاً برای عاشقانه هاش ببینید، گیسو انتخاب خوبیه. اما متاسفانه باید بگم کارگردانی کار بسیار ضعیف و ابتداییه، ضعفی که به احتمال زیاد قرار نیست تا پایان مجموعه تحول خاصی توش صورت بگیره و فیلمنامه به ساده ترین شکل ممکن به تصویر کشیده شده و در عمل چیزی به اسم کارگردانی و توجه به ظرافت ها وجود نداره. بازی محمد رضا گلزار هم همون همیشگی و البته در سالیان اخیر ثابت شده که کارگردان ها روی قابلیت های فنی اون حساب ویژه‌ای باز نمی کنن و مأموریت اصلی گلزار در این مجموعه فقط فروش بیشتر سریاله. در بین بازیگرا بهترین عملکرد رو ساره بیات داره و به خوبی شخصیت پگاه دادگر رو بازی میکنه، شخصیتی که انگار ثبات روانی نداره و عموماً خیلی زود عصبانی و بعد پشیمون میشه. با توجه به موارد گفته شده کیفیت سریال گیسو رو میشه مثل سایر آثار منوچهر هادی پیش بینی کرد، اما اگه که با سریال های دل و عاشقانه ارتباط خوبی گرفتید این سریال حتما به شما پیشنهاد میشه. سوی من خیلی دوست دارم. هیچ وقت نفهمیدی که من چقدر دوست دارم. خیلی خوب دوستان، این محتوا همینجا به پایان میرسه. راستی من هر روز با یه دونه محتوا در مورد اخبار داغ سینما و تلویزیون و معرفی بهترین فیلم ها و بازی ها این کانال رو آپدیت میکنم. پس اگه از این دسته از محتوا خوشتون میاد لطفاً لطفاً لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره زنگولرم بزنید و با جوادیکا همراه باشید.